توی این بخش قرار راجع به گلدهی آدنیوم صحبت بکنیم. چی کار بکنیم که گیاهمون پر از گل بشه، یا اگه گیاهی دارید که گل نمیده، آدنیومی که گل نمیده، توی این ویدیو قرار راجع به این صحبت بکنیم که گیاهمون چطوری میشه که پر از گل بشه. مورد اولی که راجع به گلدهی آدنیوم باید ببینید نور خورشیده. آدنیوم گیاهی هستش که به اسم روز صحرا که میگیم، یعنی آفتاب کامل و نور خورشید رو نیاز داره. اگر این گیاه هم حداقل روزی 5-6 ساعت نور کامل خورشید بهش نرسه، نمیتونه به اون رشد خوبی که نیاز داره برسه و نمیتونه گلدهی بکنه. پس حدود 6 ساعت در روز نور کامل خورشید رو نیاز داره آدنیوم. در کنار نور کامل خورشید یک دمای ایدئالی همین گیاه نیاز داره. دمای حدود 35 تا 40 درجه میتونه برای این گیاه ایدئال باشه که کمک بکنه به گلدهیش. دمای زمان رشدش هستش. و اما در فصل خزانش باید بتونه خزان بکنه، یه دما حدود 15 تا 20 درجه‌ای داشته باشه، سرما نبینه که بتونه کامل خزان بکنه. پس نور خورشید و دمای حدود 35 تا 40 درجه رو برای گیاهتون داشته باشید. میتونید توی فضای باز، توی بالکن، جایی که دارید قرارش بدید که بتون نور کامل خورشید رو بگیره. یا اگر جایی هست که نور خیلی شدید، شهر جنوبی، میتونید یه مقدار جایی بذارید که نیم سایه باشه، آفتاب خیلی شدید هم نبینه، یعنی ظهرا که آفتاب خیلی شدیده یا آسیب نبینه. مورد دومی که برای گلدهی آدنیوم هستش خاک. راجع به خاکش مفصل توضیح دادیم، ویدیو خاک و آیتم خاک رو مشاهده بکنید. کامل گفتیم که چه خاکی داشته باشه. اون خاک کمک میکنه که گلدهی یا خیلی بهتر بشه. مورد سومش تغذیه گیاه هستش، یا ما میتونیم از کودهای گرانول یا کودهایی که به صورت جامد هستن استفاده بکنیم و یا از کودهای پودری استفاده بکنیم. کودهایی که برای این گیاه مناسب هستش، برای گلدهیش مخصوصا، اول از کودهای مثل کود 320 میتونید استفاده بکنید. یک قسمت از کود 320 و 1.5 قسمت کود پتاس بالا یا پتاسه، به اسم کودهای پتاسه میشناسن. NPK که میدونید 320 که میگیم نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستش. کودی که پتاسیم بالایی داشته باشه برای گلدهی این گیاه نیاز هستش و میتونید یک بخشی از کود 320 و 1.5 بخش هم از پتاس یا کود پتاسه استفاده بکنید برای تغذیه این گیاه. اون رو میتونید توی آب حل بکنید، برای گیاهتون آبیاری بکنید و مقداری از پتاس هم روی خاک بریزید، باش آبیاری بکنید که گیاهتون کمک میکنه گلدهیش و مقاومتش خیلی بهتر بشه. نکته بعدی آبیاری این گیاه هستش. آبیاری این گیاه باید منظم باشه. گیاه اگه تشنگی بکشه یا زیاد آب بخوره، یک بار آبش زیاد بدید، یک بار چند روز بهش آب ندید، این گیاه دچار تنش میشه و نمیتونه اون رشد ایدئالش رو داشته باشه. پس گلدهی هم نمیتونه به اون شکل داشته باشه. یه تکنیک خاص هم میخوام بهتون بگم. این گیاهتون هم نیاز به قارچ کشی داره، هم میتونید از سایپرمترین استفاده بکنید. سایپرمترین رو به صورت مایع آمادهش بکنید، اسپری بکنید روی گیاهتون، به صورت دوره ماهانه اسپری بکنید روی گیاهتون. این هم میتونه خیلی کمک بکنه به گلدهی گیاهتون. یه نکته مهم دیگه ای که داره صبر کردن. اگر صبر نکنی گیاه بگیری بگی میخوام این اتفاق روش بیفته، نمیشه. اگه شما میخوای بونسای کار بشید، باید صبر رو حتما ملاک قرار بدید و اینا به نتیجه نمیرسید دوست من. نکته بعدی استراحت کردن این گیاه یا خزانش هستش. اون دوره استراحتش رو بتونه کامل بگذرونه و بعد نور مناسب داشته باشه. همین سیکل کامل رو اگه داشته باشه میتونه رو گلدهیش تاثیر بذاره. و یه نکته آخرم بهتون بگم، هرس منظم. مثلا این گیاه 3 تا شاخه داره و شروع میکنه بزرگ شدن، رأس اینا شروع میکنه گلدهی. زمانی که گلدهی کردش حدود 1/2 یا 1/3 شاخه رو بسته به ارتفاعی که داره قطع میکنیم در زمان گلدهی یا انتهای گلدهیش. سال بعد شروع میکنه شاخه های دیگه از اونجا ایجاد کردن و اون کمک میکنه که گیاهمون توی شاخه های جدیدش هم گلدهی بکنه. و حتما اینها رو ملاک قرار بدید که کدوم شاخه گلدهی داشته. مثلا میتونی با یک رنگی، با یک چسب هرس وقتی رو مقطعشون میزنید چسب هرس رنگی بزنید که بدونید کدوم شاخه گل داشته، شاخه های جانبیش هم سال بعد گل میدن بهتون.
اگه این تکنیک ها رعایت بکنید قطعا و مطمئنا گیاه شما هم پر از گل میشه. ممنونم. سابسکرایب و لایک فراموشتون نشه.